ما علیکم دوستان، این دومین جلسه ما برای عید معرفی فیلم و کتاب. آخرین فیلمی که دفعه پیش ازش حرف زدیم داشتن و نهشتن از هوارد هاکس بود. یه فیلم دیگه از هاکس هست که دیدنش ضروریه واقعا، بی نظیره، به اسم فقط فرشتگان بال دارد. این فیلم درباره رفاقت، درباره دوست داشتن، درباره از دست دادن و درباره مرگ یک دوست. کرگران توش به نظر من بی نظیره، بازی عالی. سوژم مرتب مرگ، دم دست مرگ، هواپیماهایی که باید برن محموله بیارن، یه شرکت هواپیمای کوچولوه. فکر میکنم که مطمئنم که بعد از دیدن این فیلم هیچ وقت یادتون نمیره که دوستی چیه، نفاقت یعنی چی، مرگ یعنی چی. هر خلبانی که میمیره، کری گرانت که مسئول قضیه است، میگه خیلی خوب رفت، غذاتون رو بخواهی نمادش. ولی رفیق خودش که میمیره، This is Barranca, a South American banana port where men live by their daring and women by their charm. Out of the fog steps a girl with a questionable past and a devil-may-care future. Out of the clouds drops a man with a propeller blade for a heart and an expert's eye for a pretty face. خب، میرسیم به فیلمساز درجه یک کمدی ساز تاریخ سینما، بیلی وایلدر. اسمشو حتما شنیدید و احتمالا ازش فیلم دیدید. در ایام تعطیلات عید به نظر من خوراک واقعا. آپارتمانشو ببینید اگه ندیدید و لذت ببرید. و کمدی به نظرم سخت ترین ژانر سینماست. بعضی خیلی آسون میاد اما کار کسی نیست. از چاپلین و باستر کیتون که بگذاریم و از یکی از دوتا از بزرگان، یعنی لورر و هاردی. لورر و هاردی به نظر من مهمترین کمدی سینمان، کمدی سورئالن. از این دوتا عجیب و غریب، عزیز، نزدیک به ما، نزدیک به همه بگذاریم، میرسیم به بیلی وایلدر عزیز. آپارتمان رو ببینید. آپارتمان یک فیلم درباره، با بازی جک لمون، درباره جهان امروز، کار و بقیش نمیگم. آپارتمان دیدنیه. یه جک لمون و یه شرلی مکلین بی نظیر داره با یه پایان‌بندی فوق‌العاده. Ingredient number one, a very warm, very wonderful story about a boy, a girl, and a very special kind of problem. Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you. Shut up and deal.
فیلم بعدی که از بیلی وایلدر میشه دید و باید دید ایرما لادوس. این یکی از باز دوباره این دوتان جک لیمون و شیرلی مکلین، بازی های بی نظیر، میزانسن های کومیک فوق‌العاده، شاداب، سرحال و به شدت انسانی. ایرما لادوس. یه فیلم دیگه هم از بیلی وایلدر ببینید ایام عیدتون، اساسی سر پا بشه، عشق در بعد از ظهر، اودری هپبرن و گری کوپر. به فیلم عشقیه و اودریش بی نظیره، گری کوپرش هم خیلی خاصه، کمدی خیلی سرپا، لذت بخش و بازم مثل همیشه بیلی وایلدر آدمی زادی. خب من فکر میکنم تعداد فیلم های کلاسیکی که تو این دوتا برنامه گفتم برای عیدتون کافیه. اگر که فیلم امروزی هم میخواین و ندیدین، کدا رو ببینید، مال همین چند سال اخیره، یه خانواده فقیر ماهیگیر. خیلی دیدنی. What are you doing next year? Working with my family. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. و این فیلم اسکاری، تنها فیلم اسکاری به درد بخور آدمیزادی قوی معرکه، تار، با یک کیت بلانشت بی نظیر، بی نظیر و موسیقی کلاسیک. غیر از اینا یه سریال خوب دیدم، قرار بود که نقدش هم براتون بریم ولی بعد از عید، چون عید فرصت خوبیه که این مینی سریال رو کامل ببینید. لوپن، لوپن سرگذشت آرسن لوپن معروفه که اونایی که خود پاپسن گذاشتن میدونن آرسن لوپن کیه. خیلی 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 فیلم سرگرم کننده و درد بخوریه. فیلم شبیه کار بیلی وایلدر یا فیلم های دیگه که از بزرگان گفتم نیست، ولی خیلی آدمیزادیه، خیلی سرگرم کننده است و خیلی روابط انسانی هم درست در میاره. لوپن، نقدرش رو بعد از عید میریم. بریم سراغ کتابا. راجع به بعضی از کتابای ادبیات داستانی، رمان‌ها، چند تا اسم گفتم. یک کتاب هست که تجدید چاپ شده، اسم قبلیش بود همه چیز و هیچ چیز، نشر مرکز در آورده با ترجمه خوب حسن افشار. چاپ دومش هست یک صخره، یک درخت، یک ابر. یک کتاب مبسوط کلفت، قطعه بزرگ رحلی 500 صفحه‌ایه که پر از قصه های کوتاه خوبه، از کلاسیک ترین ها تا مدرن ها. خیلی کتاب در بخوری. چند تا از این قصه کوتاه هاشو انتخاب کردم که بهتون بگم که حتما بخونید. اولی یه قصه است به اسم قصه، یکی از شاهکارهای چخوفه.
5-6 صفحه بیشتر نیست، ولی باور نکردنی این قصه. قصص اسمش. بعدی یه قصص از یکی از اوستاهای روس، گوگول، به اسم شنل. وقتی شنل رو میخونید سرما رو حس میکنید و بی شنل بودن و با شنل بودن. شنل همیشه یادش آدم میمونه، به خصوص کسانی که سرما توی فصل سرد چشیدن و بالا پوش خوب نداشتن. شنل نقد اجتماعی معرکه و شخصیت سازی فوق‌العاده که خود شنل هم شخصیت میده. شنل اثر گوگول. یه کار کوتاه هست، یه قصه کوتاه از فاکنر به اسم طویل سوزی. خیلی اثر اندازه کوتاه موثریه. و یه کار کوتاه از بورخس، همه چیز و هیچ چیز، کار بورخس. گفتم کلی قصه های کوتاه خوب تو اون کتاب هست، از همه آدم هایی که میشناسید. اون کتاب باید بخرید دیگه اگه ندارید. خب اینم از کتاب های رمان و قصه کوتاه خوب. ادامه بحث کتاب اون دفعه پیش، دو تا کتاب ساده انتخاب کردم که من برای اونایی که چون داشتیم توی کامنت ها علاقه دارن که اقتصاد بفهمن و نظام سرمایه‌داری بفهمن. این کتاب اقتصاد به زبان ساده. خیلی 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 کتاب دردخور و ساده یه، درباره الف تا یه اقتصاد به زبان ساده که واقعا به درد همه میخوره. اینو نشر انتشارات دنیای اقتصاد درآورده که کلی کتابای خوب دیگه هم داره. لس لیوینگستون نویسندشه، لیوینگستون لس، ترجمه شادی صدری. این من فقط چند خط فهرست رو میخونم ببینید چقدر به درد میخوره. تقسیم کار تخصصی، تجارت و تولید، تقاضا برای کالا و خدمات، عرضه کالا و خدمات، عرضه و تقاضا، همه این رو سر کار داریم هر روز. موضوعات عرضه و تقاضا، مدیریت تصمیم گیری و جهانی شدن. یک کتاب 195-6 صفحه. این خیلی به درد بخوره برای کسایی که میخوان بدونن سرمایه‌داری چیه. اگه دیگه خیلی اهلش باشید جلد اول سرمایه مارکس رو بخونید که از اول تاریخ تا الان مهمترین کتاب اقتصاد سیاسیه که تا حالا کسی نوشته و هیچ کتابی به اندازه سرمایه مارکس سرمایه داری و سرمایه رو نتونسته به این خوبی توضیح بده. کتاب سختیه ولی به درد بخوره برای کسایی که خیلی علاقه دارن. میمونه یه کتاب کوچولو دوباره انتخاب کردم، اونم زیر 100 صفحه است، 100 صفحه، از کار یاسپرس. عقل و ضد عقل در روزگار ما. فهرستشو بگم یه ذره توضیح بدم. راجع به عقل،
عقل در کشاکش مبارزه، عقل و ضد عقل در روزگار ما، فلسفه من، مسیر رشد من، تبدیل سنت به بخشی از هویت ما، کشش به سوی مسائل بنیادین. این کتاب فلسفیه ولی خیلی ساده است، خیلی هم به درد بخوره. بحثاش راجع به عقل و ضد عقل باور نکردنیه دیگه. میخواستم تیکای انتخاب کنم براتون. سرشت در واقع ویژگی های عقل رو میگه و مسئله آزادی رو مطرح میکنه. جایگاه عقل در انسان رو توضیح میده و یه حدی هم به بحث حس میرسه. مسئله عینیت و مسئله ذهنیت رو میگه، خیلی هم خوب توضیح میده و توضیح میده که ذهنیت بدون عینیت معنا نداره، وجود نداره. عقل و ضد عقل در روزگار ما. اگر باز کتاب جدی میخواید، اخیراً یک کتاب کوچولو از فروید در اومده که قبلا به فارسی ترجمه نشده، به اسم آن سوی اصل لذت، نشر پارسه در آورده با ترجمه آقای مبشری، از آلمانی هم ترجمه شده. ورای اصل لذت با اصل لذت متفاوته. قبلا تو بحث رویاها و تو بحث اصل لذت، فروید رابطه اصل لذت و واقعیت رو اساسی باز کرده. اینجا بحث ورای اصل لذت، یعنی لذت توأمان با رانه مرگ، میل و مرگ. نمیشه یکی دو جمله راجبش گفت، باید بخونید. این بیس چیزیه که در ادامهش لاکان بحث میکنه. همچنان کلید روانکاوی، همچنان آدم اصلی روانکاوی فروید، و بعد ادامه و در بعضی جاها بازگشت به فروید از لاکان. تو این بحثی که الان کردم یه کتاب خوب دیگه هم در اومده، مرگ و میل. این نظریه روانکاوی در بازگشت به فروید، نظریه روانکاوی لاکان، از ریچارد باتبی، نشر بیگل در برده. این هم برای کسایی که به روانکاوی علاقه جدی دارن، به درد بخورن اینا. آخرین کتاب معرفی کنم. من همه بحثم در تمام این 30-40 سال اخیر عمدتا رو بحث فرم و حس و نظر فرمی که کسی رو هم قبول ندارم، یعنی از گذشته آن تا به امروز فرمالیست هم همینطور قبول ندارم، چون فکر میکنم که فرم خیلی دقیق براشون نیست و به حس نمی انجامه، اساسا تکنیکال بحث. یک کتاب مفصلی در ورده نشر گیلگمش، یعنی چشمه، این کلکسیون گیلگمشش، به اسم تاریخ مفاهیم بنیادین زیبایی شناسی. یک کتاب 500-600 صفحه‌ایه، نمیخوام همش رو بخونید. یه فصل 30 چند صفحه‌ای داره درباره تاریخ فرم، از ارسطو شروع میکنه و حتی قبل از ارسطو میاد تا به امروز. خیلی فشرده میگه فرم چیکار، چه روندی رو طی کرده. کتاب خیلی جدی و عمیقی نیست اما به درد میخوره.
این 30 خورده‌ای صفحه شو بخونید تا بعداً تو جلساتی که بریم بحث میکنیم راجع به فرم و حس راحت تر بشید. امیدوارم که عید سرپا شاداب و پرمایه‌ای داشته باشید. فیلم خوب، کتاب خوب و آدم های خوب دور برتون.